وقتی بچه بودم حدود 11-12 سالم بود تو عروسی یکی از دوستانم از نزدیک یک موسیقی شنیدم که چنان به من اثر کرد که تقریبا تصمیم گرفتم ما بقیه عمرم رو صرف موسیقی کنم و همینطور هم تقریبا شد. جالبه بدونید همون موسیقی رو الان اگر بشنوم نه تنها رو من اثر نمیذاره، بلکه برام خیلی کسالت آوره و خیلی خوشم نمیاد. برام همیشه سوال بود که چی تو موسیقی وجود داره که یه زمانی آدم منقلب میکنه، رو آدم اینقدر تأثیر میذاره که حتی تو سرنوشت آدم دخالت داره، یه زمان دیگه همون موسیقی ممکنه کسالت آور باشه، یا یه موسیقی واحد پخش میشه روی شنونده تأثیر فوق‌العاده زیادی داره، برای یکی دیگه حوصله سربره. وقتی صحبت از اثر موسیقی میکنیم، مثل دیگر اثرهای دیگه در همه زمینه‌ها، از راه احساسات دریافتش میکنیم. در واقع موسیقی تأثیرگذاریش از مرکز عواطف و احساسات اتفاق میفته. خب حس شنوایی ما هم که از موقعی که به دنیا میایم، حتی وقتی تو رحم مادر هستیم فعالیت خودش رو شروع میکنه، تقریبا هیچ کنترلی هم روش نداریم. تو خواب، تو بیداری، حتی تو کما ممکنه شنوایی ما کار کنه و ما همه چی رو میشنویم. البته این نکته خیلی مهمه که بدونیم شنیدن با گوش سپردن کمی متفاوته. برای اینکه موضوع روشن بشه بیایم از حس چشایی شروع کنیم که برای همه ما خیلی آشناتره. تقریبا نمیشه پیدا کرد آدمی که طبع سلیم و عقل سلیم داشته باشه غذای فاسد بخوره. همه ماها برای خوردن یه غذای لذیذتر یا مطبوع‌تر ممکنه خیلی از رستوران‌های خوب رو بشناسیم، غذای خاصشون رو بدونیم چیه، و برای اون چیزی که میخوریم خیلی ارزش قائلیم که سالم باشه، مغذی باشه، ارزش غذایی داشته باشه، به خصوص اگر یک کمی هم به سلامتیمون اهمیت بدیم یا مثلا ورزشکار باشیم که تغذیه دیگه برامون خیلی مهم میشه. بنابراین بسیار کنترل داریم رو اون چیزی که میخوریم اکثر آدم ها. ولی در مورد شنیدن اینطور نیست. چه اتفاقی میفته تو شنیدن؟ هر چیزی که پخش میشه ما میشنویم. موسیقی، صدا، صدای بوق، صدای جنگ، صدای بمباران، هر چیزی که تو جامعهمون اتفاق میفته ما میشنویم. موسیقی رو چه جوری باش آشنا میشیم؟ خب طبیعتاً خانوادهمون، دوستان، آشنایان هر موسیقی پخش کنن ما اول اونا رو میشنویم و یواش یواش بر اثر تکرار و شنیدن سلیقه پیدا میکنیم. این تکرار باعث میشه که عادت کنیم. موضوعی است که آدمیزاد اصلا خلقتش، طبیعتش بر این مبناست. شرطی میشه. هر کاری بکنه، هر کاری که تکرار بشه شرطی میکنه آدم. بعضی اوقات این کارا کارهای مثبت و خوبی هست، مثل رعایت بهداشت. خب آدم شرطی بشه خیلی خوبه. بعضی اوقات نه، خیلی شرطی شدن برای کارهای خوب نیست، مثل اعتیاد به انواع مواد روانگردان و مخدر و بقیه چیزها. وقتی که آدم به یه چیزی شرطی میشه طبیعتش تغییر میکنه. طبیعت که تغییر کرد اثر چیزها رو آدم متفاوت میشه. مثلا اگه من طبیعتم سالم باشه یه غذای مغذی یا یه میوه رو من اون اثر خاص خوب خودش رو داره که باید داشته باشه. وقتی طبیعتم تغییر کرد ممکنه برام بد بشه، حتی نسبت بهش آلرژی پیدا کنم. حضرت حافظ می‌فرمایند که نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد که گوش و هوش به مرغان هرزه گو داری. هر صدایی، هر موسیقی، یا بهتر بگم مثل زبان، هر چیزی یک پیامی پشتش هست
که این پیام ها دو نوعن. یه نوع پیام هست که حالت معنایی داره که در زبانم خیلی باش آشنا هستیم. مثلا رو شیشه دارو می نویسه که طریقه مصرفش چطوره. به تمام زبان‌های زنده دنیا قابل ترجمه است. حتی میشه به تصویر نمایشش داد که باید چجوری این دارو رو مصرف کنیم. این پیام معنایی اسمشو بذاریم. میشه معنا کرد و هر کسی میخونه پیام واضح و روشنه. یه روی دیگه این پیام، پیامی است که نهان اندر نهانه و قابل ترجمه هم نیست. یه کیفیته. اسمشو میذاریم حال. در هنر آن چیزی که زیبایی شناختی یا زیبایی نام میگیره از این جنسه. این پیام پنهان هیچ ربطی به اون تکنیک یا فن که ما در موسیقی یاد میگیریم نداره. از کیفیاتش و آثارش میشه شناخت. قابل تعریف کردن نیست. درک میشه ولی وصف نمیشه. همونطور که ما میریم مدرسه موسیقی کنسرواتوار یا هر جای دیگه تکنیکای موسیقی رو یاد میگیریم، این پیام هم یه نوع آموزش داره. ما برگردیم به موسیقی که ببینیم که این عناصر موسیقی که این پیام‌ها روی سوار میشن چیان. به عنوان مثال، خب ابتدایی ترین نوع این عناصر موسیقی خود صدا هن. اصواتی که ما میشنویم. مثل ملودی این قطعه که الان نواخته شد. بعضی وقات این صداها با هم دیگه ترکیباتی هم میسازن، هارمونی رو میسازه. اثرش یه کمی متفاوت میشه، انگار یه زمینه‌ای پیدا میکنه. خود ریتم که موسیقی از ریتم نمیتونه فرار کنه، محکوم ریتمه و اصالت موسیقی با این ریتمه. یا جنس صدای ساز، همین سازی که من مینوازم، چه صدایی ازش تولید بشه، ارکستراسیون و دیگر چیزهایی که موسیقی رو میسازن، شدت و ضعف صدا. سوال اینجاست، آیا اثرات تو همینا هم؟ نه، اینها حاملهای اون اثری است که در وجود یک نوازنده، یک آهنگساز، یک هنرمند وجود داره و اون احساسات که در وجود اون آدم هست رو اینا سوار میشه. فکر، نیت، احساسات، همه اینا رو اینا سوار میشه و حرکت میکنه. شنونده اینا رو دریافت میگیره، صدا از بین میره، تموم میشه، ولی اون اثرات در وجود ما میمونه. بنابراین تأثیر موسیقی تا حد خیلی زیادی به آهنگساز اون اثر ربط داره، بعد به نوازنده، بعد خود شنونده، حال و هوا، محیط و حالا سازها و صداهای و همین آهنگی که نواخته میشه، همه اینا در عواملش موثرن. ولی اون چیزی که پیام نهانی که موزیسین داره مخابره میکنه برای شنونده، اون چه جوری درست میشه، اون چه جوری تقویت میشه. گفتیم تکنیکو میریم تو مدرسه یاد میگیریم، اتفاقا باید خیلی هم تمرین کنیم، کلی زحمت داره، در حد کمال باید باشه که اگه اون احساساتی وجود داره بشه اینا روی این سوار بشه، به گوش شنونده برسه. ولی اون حال چی کار کنیم؟ اون حال دیگه ربطی به موسیقی، تکنیک، فن یا هنر نداره. اون حال تو زندگی درست میشه، تو اجتماع درست میشه. اون حال همون چیزهایی که کاراکتر و شخصیت منو میسازه اونم میسازه. به قول قدیمی ها میگفتن از کوزه هر آن برون تراوت که در اوست. تو کوزه گلاب بریزی بوی گلاب میگیره، سرکه بریزی بوی سرکه میگیره. اگر من به عنوان یک هنرمند سعی کنم تو زندگیم
ارکان اصلی انسانیت رو رعایت کنم، مثل پاکی، راستی، صداقت، نیستی که میشه شاید ترجمه کرد تواضع، و از همه مهمتر نودوستی در جامعه، اینا رو رعایت بکنم و مستمر سعی کنم ادامه بدم، خیرم به دیگران برسه، حقوق دیگران رو رعایت بکنم، این کم کم در شخصیت من اثر میذاره و چیزی رو از من درست میکنه که اگه از کوزه درون من چیزی تراوش کرد، رایحش به مشام دیگران خوش بیاد، و اگه برعکس اینا رو کردم، خب طبیعتاً معلومه که نتیجهش چی میشه. بنابراین اثر موسیقی در شخصیت و کاراکتر اون هنرمند نهفته است که چه جوری زندگی میکنه، چی کار میکنه، چه رفتاری رو پیشه میکنه. سوال اینجاست، چی کار کنیم؟ الان من میخوام موسیقی انتخاب بکنم که اثرات مثبتی داشته باشه، اون اثری رو داشته باشه که برای طبیعت سالم، روح من، روان من، فکر سالم من مطبوع باشه. پیشنهاد من اینه، اول باید عقلای اهل فنی که این موضوع رو باهاش آشنایی دارن ازشون راهنمایی بگیریم. این در خوبیه، بد نیست. نکته اینجاست که باید دقت کنید عقلای اینجام این فن، وقتی که راهنمایی گرفتیم، اگر توجه کنیم و موقعی که داریم موسیقی گوش میکنیم دقت کنیم به این موضوع که چه حسی، چه چیزی رو در من داره تشدید میکنه یا پرورش میده، و استمرار کنیم، یواش یواش این حس در ما بیدار میشه که موسیقی های مختلف رو تشخیص میدیم که چه اثری رو خود ما داره، و بر اثر تکرار و ممارست این موضوع نسبت به این موضوع هم شرطی میشیم تا جایی که دیگه مرغان هرزگو رو ما اثر نمیذاره. یواش یواش نسبت به موسیقی نوای بلبل ممکنه شرطی بشیم و حتی نسبت به مرغان هرزگو آلرژی پیدا کنیم. در آخر اثر موسیقی درست همونطور که عطر رایحه‌اش از گل میگیره، اثر و کیفیت و حال موسیقی هم از آهنگساز گرفته میشه. ممنونم.